آقای مسعود اسماعیل‌لو، معمار و کارشناس استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، در شهر ونیز در ایتالیا کار و زندگی می‌کنند. آقای اسماعیل‌لو تا کنون طرح‌های مهمی چون استادیوم جدید فوتبال در ونیز که قادر به تولید انرژی تجدیدپذیر هست و یا اولین برج خودکفا از نظر انرژی در شهر مستره در حومه ونیز را هم پیش برده و برای دهکده اقلیمیش جایزه بین‌المللی دریافت کرده. آقای اسماعیل‌لو خوش اومدید. ایران از نظر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر با وجود اینکه اخیراً چند نیروگاه خورشیدی افتتاح شده، نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح منطقه‌ای و در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه‌ام در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داره. چرا؟ والا داستان بسیار طولانی میشه اگر بخوام این متاسفانه موقعیتی رو که ایران الان درش داره زندگیمونه در رابطه با انرژی تجدیدپذیر، خیلی طولانی میشه و میبایست خوب بررسی بشه. فقط این رو عرض کنم که طبق به اصطلاح آخرین خبرهایی که از خود درون دولت جمهوری اسلامی میاد در رابطه با سرمایه گذاری هایی که در این رابطه کردن، همونجور که شما اشاره کردید اصلا قابل مقایسه نیستش، یعنی قابل مقایسه نیست با کشورهای همسایه، مخصوصا کشورهای خلیج عرب، به خاطر اینکه اونا واقعا دارن تقریبا حرف اول رو میزنن در سطح بین المللی. یک همایشی چند سال پیش به عنوان همایش ملی در رابطه با مسئله انرژی تجدیدپذیر در شهر نیشابور برگزار شد، طوری که حتی خود خانم معصومه ابتکار هم در اونجا شرکت نکردن و ایشون به اصطلاح معاون خودشون رو فرستادن که اونجا شرکت بکنن. سطح به اصطلاح برگزاری این اولین نمایش ملی بسیار سطح پایین و اقراری که خود دولت جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله انرژی های تجدیدپذیر میکنه که در تمام کشور ایران یه چیزی کمتر از 100 مگاوات تولیدات دارند، تولیدات به اصطلاح برق، و این وضعیتی هستش که متاسفانه همه کس این رو میتونن فقط توی سایت ها وارد بشن ببینن. خود خانم مسئول ابتکار ایشون گفتن که 1% درآمدهای دولتی رو بودجش رو اختصاص دادن به اصطلاح نیروی انرژی های تجدیدپذیر. این متاسفانه وضعیتی است که در ایران هست و سرمایه گذاری خب رابطهش مستقیما در رابطه با مخصوصا سرمایه های خارجی یا خصوصی امنیت کشوری که خب یکی از دلایل مهمی که در کشور ایران سرمایه گذاری نمیشه، چه خصوصی خود ایرانی ها و چه به اصطلاح سرمایه گذاران خارجی، اینه که امنیت به اصطلاح اقتصادی در این کشور وجود نداره. این دلیل یکی از دلایل مهمشه. نیروگاه بوشهر که در سال 1975 میلادی ساختمون اون آغاز شد، پس از مدتی توقف در پایان جنگ 8 ساله با عراق بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. این بار روزها به جای آلمانها به بوشهر اومدن. به روایتی این نیروگاه که قرار بود 1,200,000,000 دلار خرج برداره، زمانی که به اتمام رسید 35 تا 40 میلیارد دلار هزینه برداشته بود. البته باید به این هزینه هنگفت تمام حواشی اون هم مثل به جریان افتادن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رو هم اضافه کرد. زمانی که این اردوگاه به بهره برداری کامل برسه، 1% از برق لازم کشور رو میتونه تولید کنه.
آیا به نظر شما بهتر نبود که این هزینه کلان صرف تولید انرژی های تجدیدپذیر می شد؟ کاملا درسته، سرمایه گذاری موفقی نبوده و رابطه زمانی و اجراییش هم رابطه پایداری نبوده، یعنی زمان بسیار طولانی گذشت که اون به اصطلاح این مرکز رو بخوان تقریبا تمومش بکنن و بهره برداری بخوان بکنن و این خودش فرسایشی بود و علاوه اقتصادی واقعا وحشتناک ایران ضرر خورد. ما حتی اگه بخوایم از این بگذریم، چون این یک مسئله سیاسی هستش و بین المللی و خود شما و شنوندگان و کسانی که این برنامه رو میبینن میدونن که این یک جریان سیاسی بود، ما اصلا از این بگذریم بیایم راجع به اون چیزهایی که واقعا الان وجود داره. ببینید در ایران خود دولت جمهوری اسلامی داره میگه که روزی 60 میلیون متر مکعب گاز ایران داره میسوزه، یعنی خودشون اقرار میکنن. این چیزی هستش که خودشون میگه. آقای حمیدرضا عراقی، شما ببینید ما اگر بخوایم این قیمت متر مکعب گاز که 0.85 سنت تا 1.25 دلار، اونم بستگی به نوع گاز داره، ضرب در به اصطلاح 365 روز بکنیم، این به اصطلاح پولی رو که ایران، گازی رو که ایران داره همینجوری میسوزه و از دست داره میده، یه چیزی حدود 18 میلیارد و خورده ای هستش. یعنی این ناتوانی در مدیریت و به اصطلاح این انرژی طبیعی رو نتونن مهارش بکنن، این یکی از چیزهایی هستش که متاسفانه سالها و سالها داره ادامه پیدا میکنه. حالا مسئله بوشه، اگر اینها یک سرمایه گذاری میکردن و میتونستن از این گازی که خودشون اقرار میکنن که داره میسوزه، این وضعیت خب بالاخره این مقدار بهتر میشد. یعنی متاسفانه من اگه بخوام راجع به مسئله انرژی صحبت بکنم، مسئله سیاست رو بذارم کنار، منابع طبیعی داریم، خورشید و آبی ما داریم در ایران که بتونیم تمام به اصطلاح انرژی مورد مصرف تمام مردم 80 میلیون ایران رو تامین بکنیم بدون اینکه ما بخوایم بریم به یک به اصطلاح بوشهر راجع به نیروی اتمی صحبت بخوام بکنیم. شما ببینید ما سالها، هزارها سال ما از این منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کردیم، در معماری، در شهرسازی ما، در آبهای ما. الان خانم معصومه ابتکار میگن ما در رابطه با مسئله خورشید و در رابطه با آبهای ایران اگر ما سرمایه گذاری خصوصی بشود، ما میتونیم تمام نیاز کشور رو تامین بکنیم. و شما میدونید که کره زمین، 1% کره زمین اگر بتونه با از پانل های خورشیدی استفاده بشه، 1% به اصطلاح سطح کره زمین میتونه تمام کره زمین رو جوابش رو بده از لحاظ مسئله انرژی. در ایران ما که ما دو تا کویر داریم، در ایرانی که ما یخچال های معروف کویری، شما ببینید یه چیزی هم به شنوندگان و بینندگان شما بگم، شاید جالب باشه و ندونن، ما یخچال های کویری داشتیم. حتی این یخچال هایی رو که الان در خونه های خودمون به اسم یخچال صدا می کنیم، اسمش هست یخچال. این یخچال یعنی برگشتن به فرهنگ بزرگ ایرانی که حتی در کویر میتونسته با انرژی به اصطلاح خورشیدی و با انرژی با آب و هوای اقلیمی بتونه از انرژی های تجدیدپذیر استفاده بکنه. مسئله بادگیرهای ما، هنوز که هنوزه ما یخچال هایی داریم در به اصطلاح صحراهای در کویر ایران که میتونه خنک ها رو وارد منازل بکنه و ما احتیاج به انرژی برق نداشته باشیم. پس فرهنگ ما، کشور ما توانایی این مسئله رو داره و حرف اول رو میزده در رابطه با استفاده با انرژی تجدیدپذیر. ولی متاسفانه وقتی که دولت به این منابع فرهنگی و این منابع طبیعی ما اهمیتی نمیده، وضعیت ما این میشه که در کشور دبی الان
50 میلیارد به اصطلاح درهم دارن سرمایه گذاری میکنن. کشور دبی یکی از کشورهای پیشرفته جهانی است و با عربستان سعودی 116 میلیارد دلار دارن سرمایه گذاری میکنن که در سال 2032 اینها بتونن 75% تمام انرژی که احتیاج دارن مصرف بکنن رو از انرژی های تجدیدپذیر به اصطلاح به دست بیارن. ببینید وضعیت ایران ما با اون فرهنگ ما و با منافع و منابع ملی ما چطوری هستش که میگن 1% درآمد دولت اون باید به اصطلاح گزینه‌ای باشه که بذارن برای انرژی سبز. بعد یه چیز جالب دیگه ای که من دیدم، شما ببینید سال 1380 و اگر اشتباه نکنم 87 یک کنگره به اصطلاح ملی میذارن این در رابطه با انرژی های سبز، خانم ابتکار هم شرکت میکنه. 7 سال 8 سال بعد این میره در سایت، الان من میتونم به شما بگم چون این رو گذاشتم برای من خیلی جالب بوده، 7 سال 8 سال طول میکشه که این در مرکز تحقیقات استراتژیک در سمینار توسعه انرژی های تجدید پذیر این میره فقط انتشار پیدا میکنه. یعنی انتشار این خبری که یک سمیناری گذاشتن در رابطه با انرژی های تجدید پذیر 8 سال قبل اجرا شده و انتشارش 8 شهریور 1395. این واقعا یک وحشتناک هستش که ببینید چقدر بیتوجهی میکنن در رابطه با مسئله ایران و توانایی هایی که خود ایران هم از لحاظ منابع طبیعی و هم از لحاظ به اصطلاح مهار انرژی داره. شما ببینید اگر ما گاز رو بتونیم مهارش بکنیم یه چیزی حدود 18 میلیارد دلار ما در سال فقط درآمد گاز داریم. شما چند سال پیش برجی رو در شهر مستره در حومه ونیز طراحی کردید که از نظر انرژی خودکفاست. آیا در کلان شهری چون تهران که با مشکلات عدیده من جمله آلودگی هوا دست به گریبانه و بخش از این آلودگی هم مال سیستم های گرم کردن خونه ها در زمستان و کولرها در تابستانه که از انرژی فسیلی استفاده میشه، آیا بهتر نیست که از یک تکنولوژی های مشابه این برجی که شما در مصر ساختید استفاده بشه؟ بله، سوال بسیار جالب و خوبی هستش. من راستش خیلی دوست داشتم، امیدوارم موقعیتی پیش بیاد در رابطه با ری 21 صحبت بکنم، رینویبل 21 یعنی قرن 21 بزرگترین شبکه جهانی که 148 کشور در این شبکه فعال هستند و ارتباط دارند و خبررسانی میکنند گزارشی داده سال قبل و این گزارشش بسیار بسیار جالب هستش که در به طور کل در کشورهایی که خب یه مقدار تکنولوژی پیشرفته هست چجوری دارن از این به اصطلاح تکنولوژی استفاده میکنن که بتونن بهینه‌سازی بکنن در شهرها و معماری. البته متاسفانه هنوز در معماری و شهرسازی فقط 4% انرژی های تجدید پذیر رو در شهرسازی و معماری در کل جهان میکنن. حالا شما این سوالی که از من کردید، بله ما در یک برجی الان زندگی میکنم، یعنی دفتر کارم هستش که این برج برای گرمایی و سرمایی احتیاج به پول نداره، که این نیستش که ما احتیاج به انرژی نداریم، ما انرژی رو از به اصطلاح خورشید و زمین میگیریم، یعنی از سرما گرمای زمین و انرژی خورشیدی، به طوری که در تابستان ما احتیاج به کولر نداریم و از خنک‌های جیوترمیک یا همان سرمای خنک‌های زمین استفاده می‌کنیم و در با پنل‌های فوتوولتاییک که با متریالش سیلیکون هست از اون هم استفاده می‌کنیم و گرما و سرمای ساختمون این برج رو که مدرن‌ترین برج مصر ونیز هست ما از اون استفاده می‌کنیم و نیازی به پول نداریم. بله این کار میشه. من هم یک طراحی رو کردم برای شهر تهران حدود 8 سال 9 سال پیش و یک پروژه‌ای رو اونجا هم طراحی کردیم که این پروژه میبایست در تهران بلندترین برج تهران میشد
و احتیاج نه به به اصطلاح پول داشت که برای سرما و گرمایشش و با احترام به معماری اقلیمی ایران که متاسفانه داستان طولانی داره که جلوی این پروژه رو متاسفانه گرفتن و حتی پول ما رو هم به ما ندادن و در هر صورت موندیم و خیلی هم متاسف شدیم به خاطر اینکه حدود 4-5 سال ما اینجا روی این پروژه طرح کار کردیم. بله می شود در معماری می شود این کار رو انجام داد و شما می دونید که شهرها و ساختمان سازی به طور کل در تمام دنیا مسئولیت گرمای زمین رو هم داره، به خاطر اینکه این کولرهایی که ما استفاده می کنیم که ساختمان هامون رو در تابستون خنک بکنیم فضای زمین رو گرم می کنه و در هر صورت تخریب در به اصطلاح بود ساختمان، شهرسازی و معماری بسیار بسیار زیاد هست برای زمین و گلخانه های به اصطلاح گاز های گلخانه ای زمین رو داره بیشتر و بیشتر میکنه و ما میدونیم که وضعیت زمین بسیار وضعیت خوبی نیست، به طوری که در کوپ پاریس هم به این مسئله اشاره شد. خب این طرحی که شما برای تهران ارائه دادید چه مشکلاتی باعث توقف اون شدند؟ در ایران متاسفانه کسانی هم که رجوع میکنن به تکنولوژی جدید اولین کاری رو که میکنند به دلالی خودشون میرسن، اول جیبهای خودشون رو میبینن و میبینن این دلالی کردن چقدر پول به اونها میرسه، چقدر سوددهی داره. وقتی که به من رجوع شد و به من رجوع شد از من خواسته شد که یک کاری بکنم چون مملکتم ایرانه یک کار ملی باشه و من متاسفانه خوشبین نبودم چون حدود 25 سال پیش شهردار مشهد و یکی از نمایندگان شهر اومدن سراغ من که من در روم با معمار معروف پائولو پورتوگیزی اونجا جلسه داشتیم و در شمال ایتالیا جلسه داشتیم، گفتن بیایید به شهر مشهد برسید و بیایید این شهر را از این وضعیت نجات بدید. وقتی که ما شروع کردیم به جلو رفتن متوجه شدیم که هر کاری که ما بخواهیم بکنیم از لحاظ علمی کوچکترین برای اونها کوچکترین ارزشی کار علمی و اندیشه تکنولوژی ما نداره. اونها دنبال این هستند که در این دلالی که میکنن چقدر سود جیبشون میاد و چقدر به اصطلاح از این مسئله سود میبرن. البته من درست بگم شهردار اون موقع مشهد بسیار مرد خوبی بود و واقعا میخواست این کار رو بکنه، حتی نشست و گریه کرد و نشون داد چجور تخریب داره میشه بافت شهر تاریخی. به خاطر این قضیه من نمیخواستم نزدیک این قضیه بشم برای ایران، ولی خب اومدن گفتن شما که تکنولوژی و روی معماری اقلیمی تخصص دارید بیاد یه کار ملی بکنید. ما پذیرفتیم این طرح، ما به اصطلاح دادیم، در شمالش تهران بود مرکز به اصطلاح تحقیقاتی اشتباه نکنم دایره المعارف اسلامی بود در شمال تهران و میخواستن برجی بسازن با 50,000 متر مربع مسکونی و حدود 18-19,000 الان یادم نمیاد متر مربع تجاری و گفتن خب بیایید شما یک طرحی بدید که این طرح ملی باشه و اونجور که شما میگید یک مدلی در رابطه با معماری پایدار انجام بشه که خب این بشه یک الگو و بتونیم ثابت بکنیم که این فقط حرف نیست و میشه این کار رو کرد. من معمارهای خودم رو فرستادم اونجا، در هر صورت وقت شما رو نمیگیرم. یک هیئت بزرگی اینجا اومد که من با کمال تعجب در این هیئت آقای کرباسچی رو دیدم که حضور پیدا کردن که من خیلی جا خوردم. گفتم ایشون چی کار میکنن اینجا؟ گفتن ایشون یکی از مشاورین کارفرماها هستن. در هر صورت آنها اومدن، ما طرح رو نشون دادیم و 2.5 سال روی این طرح کار شد. بهترین تکنولوژی های به اصطلاح موجود در رابطه با معماری اقلیمی و تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر رو ما در این پروژه به اصطلاح وارد کردیم و پروژه رو تحویل دادیم و حتی شروع کردن که به اصطلاح شروع کردن به ساختن، یعنی پایه های اون قسمتی که باید این برج ساخته می شد حتی شروع کردن خاک برداری کردن و به خاطر مسائل مالی و مسائل سیاسی نمی دونیم چی شد که این برج رو
نساختند و حتی به ما هم هزینه‌ای که ما شده بود رو ندادند و رفتند و ما خیلی از این قضیه متاسف شدیم. یعنی این رو به شما بگم که خیلی دوست داشتم که نه حالا من، حتی یک نفر دیگه، هر یک معمار دیگه، یک شهرساز دیگه، یک الگو، یک نمونه ای از برج ساخته بشه، چون برج اصلا زیاد پایدار نیست. برج موقعی پایدار میشه، توجیه پذیره، که به اصطلاح سبز، مناطق سبز یعنی فضای سبز رو تراکم ندن و آزاد بذارن و برج رو بسازن، اونم با به اصطلاح قوانین شهرسازی و معماری. خب ما این کار رو کردیم چون میدونستیم که اینا میخوان این کار رو انجام بدن، در هر صورت این برج رو میخواستن بسازن. ما این کار رو کردیم و متاسفانه نتونستیم این رو ارائه بدیم، چون اگر این رو میساختن این یک نمونه ای میشد در رابطه با مقایسه با شهر کشور دبی و کشورهای خلیج عربی، چون این برج ما برجی بود که اولین برجی میتونست باشه که احتیاج به نیرو نداره و این پروژه هنوز وجود داره و میتونه اجرا بشه، ولی متاسفانه این رو جلوش گرفتند و الان ما حتی داریم میریم به از اینها شکایت بکنیم که بیان هزینه یک شرکت معماری گرین هاوس ایتالیا رو بدن، به خاطر اینکه ما کار کردیم، اونها به ما قول دادن، قرارداد بستیم و متاسفانه این نشد، اجرا نشد. در تهران حتی بر مبنای اون چیزی که رسانه‌های خود ایران هم می‌نویسند و برخی از مسئولین هم به اون اذعان دارند، آنچه که قوانین شهری و شهرسازی نام داره به ندرت مد نظر قرار دارند. شهرداری هم که تنها به فروش فضا برای ساختن برج و ساختمان مشغوله و حتی در این راه حاضر مثل آنچه که اخیراً اتفاق افتاد باغ‌های رو با چنارهای 100 ساله ویران بکنه تا بتونند اونجا برجی بسازند. از جانب دیگر کارشناسان معتقدند که در شهری مثل تهران که ضوابط ایمنی رعایت نشدند در شهرسازی، اگر زلزله رخ بده تعداد کشته شدگان بیش از 1,000,000 نفر خواهد بود. وضعیت تهران واقعا وحشتناکه. یعنی تهران، من در یک مقاله دیگه در جاهای دیگه همیشه گفتم، مثل یک بمب ساعتی داره کار میکنه هر لحظه. متاسفانه من اصلا خوشنود نیستم از این صحبت، ولی متاسفانه باید واقعیتگرا بود. هر لحظه امکان داره در ایران، مخصوصا تهرانی که زلزله خیز هست، اگر زلزله ای رخ بده واقعا یک وحشتناک میشه، یعنی خیلی قربانی میگیره این زلزله. حالا در رابطه با شهر که شما گفتید، اصلا مسئله تراکم، مسئله شهر تهران، از همون پیدایش شهر تهران خیلی چیزها رو رعایت نشده. در شهر تهران بسیار خیابونها یک طرفه و اسلوب شهرسازی اصلا درش رعایت نشده بود، چه زمان پهلوی و چه در زمان به اصطلاح جمهوری اسلامی. مخصوصا در زمان جمهوری اسلامی این تخریبها بیشتر و بیشتر شده و همونجور که به شما گفتم، شهرسازی، خانه‌سازی، دفترسازی یا مراکز تجاری سازی دلالی شده برای شهرداری. من به تو اینقدر فضا میدم، تو میسازی، نصفش مال تو، نصفش مال من. یعنی واقعا تو هیچ کجای دنیا من همچنین به اصطلاح قوانینی رو ندیدم که یک به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی بیاد بسازه، نصفش رو بده به شهرداری، نصفش رو خودش بگیره. خب این چه کار میشه؟ این میشه که یک کلان شهری مثل تهران که 12,000,000 نفر در شب و میگن در روز به 16,000,000 نفر میرسه، تراکم ایجاد بشه و به خاطر تراکم خب مسلماً اینها احتیاج به فضا دارن و قیمتها واقعاً داره میره بالا و رفته بالا، وحشتناک. پس این برای دلالی، این شهر مکان دلالی خوبی هستش. پس تراکم شهر بستگی به دلال‌ها و کسانی که میخوان پول‌های هنگفت به دست بیارن، این شده که تهران برج‌ها مد شد. من موقعی که ایران بودم 36-37 سال پیش، چند تا برج کوچیک بود، یکی کمین ساختمون پلاسکو بود که متاسفانه فرو ریخت، ولی الان اگر شما ببینید، خب چشم همچشمی با کشورهای دیگه، برج‌سازی در تهران مد شده. البته یک مسئله تکنولوژیکی هم من به شما بگم، من در هیئت
به اصطلاح علمی برجسازی جهانی چند سالی فعالیت کردم. اگر برج رو حتی در مناطق زلزله خیز اونطور که میبایست ساخته بشه میشه ساخت، میشه ساخت و در هر صورت خطرناک هست، ولی اگر از تکنولوژی استفاده بشه میشه این کارو کرد. ولی در تهران ما احتیاج نیست، نیاز نیست. تهران ما شهر آلوده، تراکم رو باید پخش کرد و اینا اومدن تراکم رو در هر صورت در مرکز شهر گذاشتن و بالای شهر گذاشتن و برج‌های بی‌رویه دارن میسازن. و در رابطه با مسئله سازه بدنه ساختمان رعایت ها نمیشه متاسفانه، در رابطه با ایمنی اصلا رعایت نمیشه. به من خود کسایی که اومده بودن از ایران میگفتن در مساله ساختمانی در برج سازی اگر شما باید با یه بتن آرمه رو بسازید با یک درجه کدهای به اصطلاح ایمنی، اینها هم از سیمانش میدزدن و هم از آهنش میدزدن. یعنی در حتی اگر پروژه طراحی هم شده باشه در موقع اجرا نمیشه. اینه که برج سازی در تهران نه توجیه شهرسازی داره و نه توجیه اقتصادی داره و نه توجیه امنیتی داره. ولی خب الان اینها میسازند و میفروشند. شما میدونید که دولت آقای احمدی نژاد یک شهرکی رو قبلا پولش رو از مردم گرفتن که هنوز تموم نکردن، میلیاردها پول مردم رو خوردن و متاسفانه چپاول شد این پول مردم، مثل بانک های ایران. در ایران برج سازی ایران مثل خود بانک های ایران ورشکسته هست از لحاظ قوانین شهری و از لحاظ قوانین معماری متاسفانه. با سپاس از همراهیتون. سپاسگزارم، خیلی ممنون از شنوندگان و بینندگان شما.